سلام رفقا و دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. تو این ویدیو قصد دارم 5 از قابلیت های جدید ویندوز 10 رو بهتون معرفی بکنم که البته خیلی 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 کاربردی هستن. پس بریم ببینیم این 5 قابلیت چی هست. من مسعود هستم و شما یکی از ویدیوهای کانال بی پرو رو تماشا میکنید. ازتون میخوام اگر از این دست ویدیو خوشتون میاد حتماً کانال من رو سابسکرایب بکنید، چون خیلی به حمایتتون احتیاج دارم. زنگوله کنارش رو هم فراموش نکنید. قابلیت اول که من خودم خیلی باهاش حال میکنم و ازش استفاده میکنم ویرچوال دسکتاپ یا همون دسکتاپ مجازی. از خیلی خیلی وقت پیش روی مکOS بوده، منتها خب مایکروسافت هم تقریبا میشه گفتش که 2-3 سال آوردتش توی بازی داره ازش استفاده میکنه. البته کاربرا توی ایران خیلی ازش استفاده نمیکنن، ولی من چون کار ادیت ویدیو انجام میدم خیلی به کارم میاد، چون بین دسکتاپ سوئیچ میکنم و خیلی باحاله. اما اگر بخواید این کارو انجام بدید، توی این نردبونی که اینجا هستش بهش میگه تاسک ویو، اگر کلیک بکنید دسکتاپ رو اینجا میبینید. توی آخرین آپدیت ویندوز 10 اگر بگیرید استفاده کنید، قابلیت رینیم کردن دسکتاپتون هم دارید. حالا اگر خواستید یه دونه دسکتاپ جدید اضافه بکنید، این به اضافه رو بزنید. اما اگر خواستید شورتکیش رو استفاده بکنید، کنترل ویندوز دی، اگر کنترل ویندوز دی رو بزنید، دیدید صفحه من حرکت کردش. حالا اگر برم توی تاسک ویو، حالا میبینم که دسکتاپ شماره 4 هم اضافه شده و میتونم رینیمش بکنم. بچه‌ها حالا اگر خواستید بین دسکتاپاتون سوئیچ بکنید، شورتکیاشو الان بهتون میگم. بذارید اول اینجا بیام بیرون. خب کنترل ویندوز چپ راست. حالا ببینید من دارم اومدم رو دسکتاپ اولم و میرم رو دسکتاپ دوم، سوم و چهارم. پس با کنترل ویندوز چپ و راست، یعنی همون اروکیا، میتونید بین اینا سوئیچ بکنید. و البته برای سویچ کردن بینشون، اگر از ترکپد استفاده بکنید، همون ترکپدی که اپل داره، یا ترکپد خود روی لپتاپتون بخواید استفاده بکنید، با 4 انگشت اگر به چپ و راست بکشید، همونجوری که می‌بینید من با 4 انگشت دارم چپ و راست می‌کشم، می‌بینید که سویچ میشه بین دسکتاپم. و حالا اگر توی هر دسکتاپم پنجره باز داشته باشم، میتونم بینشون حرکت بکنم. قابلیت شماره 2، یکی از معضلاتی که روی ویندوز همیشه وجود داره اینه که مثلا وقتی که میخواید یه متنی رو کپی بکنید، وقتی مثلا پاراگراف دوم رو کپی میکنید و پیست میکنید، دیگه مثلا پاراگراف اول متن رو نمیتونید پیستش بکنید، چون پاراگراف 2 توی کلیپ بورد قرار گرفته. اما این معضل یه جورایی توی ویندوز برای همیشه حل شده. و مثلا الان روی این فایل تکست میخوام بچه ها بهتون نشون بدم. من اینجا یه دونه فایل تکست میسازم، خب اصلا اسمش هم اهمیتی نداره. حالا خوب دقت بکنید بچه ها، اینجا من یه چیزی مینویسم، خب الکی، بعد چند تا اینتر میزنم، این متنی که نوشتم رو کنترل سی میزنم، اینجا کنترل وی میزنم. اوکی، تا اینجا همه چی عادیه. حالا متن شماره 2 رو مینویسم، یه چیزی متفاوت تر می نویسمش. خب حالا متن شماره 2 رو کپی می کنم و پیست می کنم. خوب دقت کنید، حالا اگر بخوام کنترل وی بزنم دوباره، متن شماره 2 پیست میشه. حالا اگر بخوام یه کاری بکنم که متنش اولم، اونی که تو سطر اول وجود داره، پیست بشه، چی کار باید انجام بدم؟ خودتون بهتر میدید بچه‌ها. با کنترل سی، کنترل وی، کنترل ایکس میتونید کات کنید، کپی کنید، پیست کنید. منتها اینجا اگر از ویندوز وی استفاده کنید، کلیپ بورد باز میشه و میگه کدوم یکی از چیزایی که کپی یا کات کردی رو میخوای پیست بکنید. حالا من بهش میگم که میخوام متن اول رو پیست بکنم. میبینید که متن اولم که اینجا هستش، میتونید این توی ورد، اکسل، در مورد به قول معروف عکس، ویدیو و حالا چیزهای دیگه کاملا کاربرد داره و میتونید ازش استفاده بکنید و حالش رو ببرید. اگر یه چیزی رو بچه‌ها، اگر یه چیزی رو مثلا کات کردید و
بعدش یه دونه کپی انجام دادید و فکر کردید که اون کاتتون دیگه پریده و نمیتونید پیستش بکنید، با ویندوز وی میتونید از توی کلیپبورد انتخابش بکنید و پیستش بکنید. اما بریم سراغ قابلیت شماره 3. شماره 3، دوباره میخوام خیلی کوتاه دم همه گیمرها رو ببینم. خب برای این کار میخوام یه دونه گیم باز کنم، بعد ببرمتون و سورپرایزتون کنم. خب بچه ها، همونطور که میبینید من وارد بازی دیویژن شدم. این بازی از بازی های کمپانی یوبیسافت هستش. اگر دوست داشتید میتونید برید بخرید و بازی کنید و حالش رو ببرید. اما سورپرایز کجا؟ سورپرایز اینجاست که ویندوز 10 قابلیتی به شما میده که بتونید با زدن کلید ویندوز و جی روی بازی ها بازی که دارید انجام میدید رو کپچر کنید. حالا دیگه نمیدونم بچه ها آیا به قدرتمندی OBS هسته، چون OBS دیگه کار رو تموم کرده و خیلی قدرتمنده. اما اگر دوست نشید از OBS استفاده کنید، این ویژگی یکی از ویژگی منحصر به فرد ویندوز 10 هستش که به شما اجازه میده روی بازی در حالتی که بازی فول اسکرین هستش بازیتون رو ریکورد کنید یا ازش اسنپ شات بگیرید. مثلا با زدن این دکمه میتونید اسنپ شات بگیرید، با زدن این دکمه میتونید بازیتون رو ریکورد کنید و هم وضعیت آدیوتون رو بهتون میگه، هم وضعیت وایستون رو میگه اگر بخواید به صورت آنلاین بازی کنید، هم پرفورمنستون رو میگه که از کارت گرافیکتون، جی پی یوتون، رمتون و بقیه حالا منابع سیستمتون چجوری در چه حدی داره استفاده میکنه. فوق العاده عالیه. بعد میتونید به ویندوز و جی رو بزنید و برید خودتون کشف کنید که چه ویژگی‌هایی داره و حالش رو ببرید. اما بچه ها برسیم به ویژگی شماره 4. اگر اهل برنامه ریزی هستید و فکر میکنید توی برنامه ریزی هاتون ممکنه یه چیزایی یادتون بره و یه سری چیزا رو میخواید ریمایندر بذارید، خب ویندوز 10 این کار رو خیلی خیلی بچه ها ساده کرده. از ویژگی‌هاش واسه تون بگم، اصلا لازم نیستش که از دسکتاپ خارج بشید یا برنامه خاصی رو باز بکنید. روی همین دسکتاپ که هستید این گوشه روی تاریخ خودت یه دبل کلیک می‌کنید، تاریختون رو انتخاب می‌کنید. توی این تاریخ مثلا من یه دونه ریمایندر واسه خودم ست می‌کنم، می‌نویسم به مهرزا زنگ. اینجا میتونم با این رنگا بهش کاتگوری بدم، ساعتش رو ست بکنم، اگر قرار لوکیشنی داره لوکیشنش رو ست بکنم و سیف بزنم. تمام شد. حالا دیگه اینجا همیشه این ریمایندر رو وجود داره. برسیم به 24 نوامبر، این ریمایندر واسه من میزنه تقریبا از یک ساعت قبل. اینو از ویژگی‌های خیلی خوب و کاربردی برای منه، چون خیلی چیزا رو فراموش می‌کنم، جوری ریمایندر می‌ذارم و خیلی سریع ازش استفاده می‌کنم و خیلی خیلی واسه من کاربردیه. اما رسیدیم به پنجمین و آخرین قابلیتی که از ویندوز 10 می‌خوام بهتون معرفی بکنم. قابلیت کلادینگ. بچه‌ها اگر با مایکروسافت اکانت خودتون روی ویندوز 10 لاگین بکنید و در هنگام نصب ویندوز قابلیت وان درایو ویندوز رو اکسپت بکنید، ویندوز این قابلیت رو به شما میده که بتونید فایلاتون رو توی دسکتاپ، مای داکیومنت، موزیک و ویدیو توی این 4 تا فولدر هر فایلی بذارید، این فایل ها آپلود میشه روی کلاد. یک فضای 5 گیگ مایکروسافت به عنوان کلاد فری به شما میده که فایلاتون اونجا قرار میگیره. اگر یه وقت ویندوز کراش کنه و اطلاعاتتون بپره، اطلاعاتی که توی این 4 تا فولدر سیف کردید، خیلی راحت میتونید برید روی کلاد برش دارید. و از یکی از ویژگی‌های دیگه ویندوز اینه که شما به واسطه ای که با مایکروسافت اکانتتون روی ویندوز لاگین هستید، روی هر دیوایس دیگه با این اکانت لاگین بکنید، فایلایی که توی این 4 تا فولدر دارید رو براتون توی اون دیوایس دیگه هم میاره. و البته هر ویژگی
که شما به ویندوزتون دادید، مثلا دسکتاپتون یا مثلا یه سری تمایی که روی ویندوزتون اضافه کردید رو اگر با روی یه دستگاه دیگه با مایکروسافت اکانتتون لاگین بکنید، توی اون دستگاه دیگه هم سینک میشه. خب بچه ها این ویدیو تمام شد. خیلی خوبه که از این قابلیت ها استفاده بکنیم، چون این قابلیت ها قابلیت هایی هستند که اگر ازشون استفاده نکنید مثل کاربرهای سنتی ویندوز میمونید که فقط ویندوز نصب میکنن که روش حالا مثلا یه نرم افزاری نصب بکنن و ازش استفاده بکنن. اما ویندوز 10 توی آپدیت جدیدش قابلیت هایی داره که خیلی 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 کار رو واسه کاربراش آسون کرده. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، امیدوارم که براتون کاربرد داشته باشه. اگر یکم کاربر نیمه حرفه‌ای ویندوز هم حتی باشید، مطمئنم میرید سمت این قابلیت ها و ازتون میخوام که کانال من رو سابسکرایب بکنید، چون خیلی بچه ها به حمایتتون احتیاج دارم. آخر این ویدیو هم دو تا ویدیو دیگه گذاشتم که اگر دوست داشتید میتونید برید اونا رو ببینید. دمتون گرم.